عزت لگد مال شده این مسلمان هاست که توی این سه دهه دیگه به انفجار رسیده. این قصه ها جریانات ریشه های اقتصادی ممکنه داشته باشه که داره، اجتماعی هم داره، اما اون چی که اصل قصه است عزت لگد مال شده این مسلمان هاست که توی این سه دهه دیگه به انفجار رسیده، به درجه انفجار رسیده دیگه. چیکار کنه؟ چجور تو این انقلاب رو اسلامی نمیدونی؟ تو یمن لخت شده یه تیکه نون دستشه و رو سینه‌ش هم نوشته الله اکبر. این همه پیام رو داره میره سونی که آقا ما اصلا چیزی دیگه نداریم از دست بدیم. سه دهه اوریان برده تکه نان گرفته دستش، یعنی آقا گرسنه ایم، و رو سینه‌ش هم نوشته الله اکبر، یعنی مسلمانی معتقد به ولایت رسول خدا هستیم. با مسلسل 40 میلیمتری دارن تو مخش میزنن اون جلو، پرچم الله اکبر گرفته، صف نماز رو وایساده، دارن آب میپاشن بهش، اینا داره نماز میخونه. اینها مهم اینه که تو از کدوم زاویه دید نگاه بکنی. بله، از زاویه دید بی بی سی و سی ان ان و کریستیان امانپور نگاه بکنی، یک صحنه از نماز خواندن میلیونی اینها توی ترابلس و توی بنغازی و توی مصر و توی میدان التحریر و میدان لؤلؤ نشون نمیده، میره دنبال انحرافات. آقا چجوری باید فریاد بزنن که آقا ما مسلمانی؟ دو مدل تفکر اینایی که میگن آمریکایی قبول ندارن، برای اینکه اگر بپذیره که این قصه اسلامیه، تکلیف الف و بگه تا یه باید بره. Nas TV.